سلام میکنم به همه دوستای خوبم خوش اومدید به این جلسه از کلاس درس به نظر میرسه ویدئوی قبلی که من زرد کرده بودم کمی بعضی از دوستان رو گیج کرده بود در مورد اینکه وقتی شتاب ثابته در حقیقت از معادله شتاب چجوری معادله سرعت و معادله حرکت رو به دست بیاریم من تصمیم گرفتم یک ویدیو ضبط بکنم و در حالت کلی حرکت با شتاب ثابت رو با هم تحلیل بکنیم که خیلی مهمه یعنی چندین و چند ویدئوی آینده ما با این کار خواهیم داشت پس بریم ببینیم اصلا چارچوبی که میخوایم تحلیل بکنیم چی هست من فرض میکنم یک حرکت یک بودی وجود داره خب پس این مکان هست که ما در این بود داریم حرکت میکنیم و یک ماشینی هم اینجا هست که این ماشین داره روی این جاده یک بودی من حرکت میکنه و من فرض میکنم از لحظه که من این ماشین رو شروع میکنم مشاهده کردن یک سرعتی داره به نام وی یعنی سرعت اولیه من نمیدونم قبلش چه اتفاقی برای این ماشین افتاده است اینجا به بعد برای من مهمه و یک مکانی داره به نام ایک یعنی مکان اولیه خب این ایک سفر مکانش هست به نسبت مبدع که من اون هم اصلا نمیدونم کجاست یا میدونم ولی چیزی که برای مهمه اینه که ایک مکان اولیه این ماشین من هست و این ماشین من داره با یک شتاب ثابت A حرکت میکنه خب یعنی شتابش ثابت و داره حرکت میکنه حالا من میخوام از روی این اطلاعاتی که دارم دو تا پدیده رو تحلیل بکنم یکی این که میخوام معادله سرعت جسم رو به دست بیارم یعنی ببینم سرعتش در واحد زمان چی هست و یکی دیگه میخوام معادله حرکتش رو یعنی مکانش رو در هر لحظه زمان به دست بیارم شتابش رو که در هر لحظه زمان دارم و میدونم هست ای خب پس بریم شروع کنیم با معادله سرعت برای به دست آوردن معادله سرعت اول باید به یک نکته خیلی ساده دقت بکنیم و اونم اینه که وقتی شتاب ثابته شتاب متوسط همواره برابر با همون شتاب ثابت هست چون شتاب هیچ تغییری نمیکنه پس به, صورت متوسط ما داریم با همین A حرکت میکنیم بنابراین این عملا برابر با شتاب متوسط من هم هست خب حالا برای معادله سرعت کارمون خیلی راحت شد من چی میدونم من میدونم که در یک لحظه زمانی t که سرعت من هست vt یعنی v به صورت تابعی از زمان که من میخوام به دستش بیارم این منهای V صفر یعنی سرعت اولیه تقسیم بره t منهای صفر یعنی زمانی که طول کشیده که من برسم از این نقطه به اینجا برابر هست با شتاب متوسط که همون a هست خب یعنی معادله شتاب متوسط رو من نوشتم در نتیجه من نتیجه میگیرم که V در هر لحظه از زمان برابر میشه با A T به علاوه و صفر این یکی از اون مهمترین نمودارهایی هست که ما باید حتما بلد باشیم چجوری به دست بیاریم برای حرکت با شتاب ثابت که خیلی هم شهودی هست یعنی داره به من میگه در هر لحظه از زمان سرعت اولیه رو که خب داشتی و به ازای هر تی که میگذره آ تا به سرعتت اضافه میشه یعنی آ تا سرعتت تغییر میکنه به خاطر اینکه داری با شتاب آ حرکت میکنی یعنی سرعت برابر هست با شتاب زب در زمان یعنی در هر زمان چقدر سرعت تغییر میکنه به علاوه سرعت اولیه پس معادله سرعت رو به دست آوردیم چی بود من کشیدم حالا میتونیم بریم سراغ معادله حرکت برای به دست آوردن معادله حرکت دو تا راه داریم یه روشش روشی هست که من بهش میگم روش جادوگری یا انتگرال گیری که احتمالا خیلی از شما ها الان اینو میبینید بلد نیستید انتگرال گرفتن در نتیجه این روش به کارتون نمیاد یک روش دیگه روشی هست که استفاده از معادله خطی هست که من الان اون رو براتون توضیح میدم مطمئنم این رو همه دیگه خیلی راحت متوجه میشین بعد اون روش انتگرال گیری رو هم خیلی سری با هم صورت میدیم ببینید اگر من یک معادله داشته باشم مثل این معادله وی که به دست آوردم و بیام نمودارش رو رسم کنم پس بذارید من نمودار این معادله رو رسم کنم این محور وی هست این محور تی هست واحد تی ثانیه و واحد وی متر بر ثانیه است من اگر این نمودار رو رسم کنم یک همچین شکلی داره اگر مثلا a مثبت باشه یعنی شیب مثبت باشه من یک همچین شکلی خواهم داشت که این هست و صفر این هم معادلش میشه A A T به علاوه و صرف یعنی یک خط راست هست که با شیب A میره بالا خب در این مورد اگر من یک لحظه T خاص رو در نظر بگیرم مثلا این لحظه و بیام سرعتش رو نگاه بکنم اینجا میدونم که سرعت این لحظه خاص من هست مثلا اگر باشه T هست A تی به علاوه خب پس من میتونستم مثلا این فلش رو بیام این نقطه وصل بکنم سرعتش هست 80 به علاوه یه وی خب حالا سرعت متوسط این متحرک من از لحظه V تا لحظه یه 80 به علاوه یه وی سفر. چقدر هست؟ خب این چیزی است که الان برای شما جدید هست چرا؟ چون شما تا حالا میگفتید که خب سرعت متوسط برابر هست با یعنی باید به من مکان رو در لحظه تی بدی که من از مکان اولیه کم بکنم تا تغییر مکان رو حساب بکنم بعد اینو تقسیم بر تی منهای صفر میکنم و سرعت متوسط رو به تو میدم خب اما من الان به شما نمودار سرعت رو دادم و ازتون خواستم سرعت متوسط رو تو این بازه حساب بکنید این کار کاری نیست که تا حالا کرده باشیم ولی ولی ما میخوایم از خطی بودن این معادله استفاده بکنیم و بگیم که متوسط دو تا مقدار در یک نمودار خطی یعنی اینجا وی و اینجا AT به علاوه V0 برابر میشه با یعنی متوسط سرعت از زمان صفر تا زمان T برابر میشه با وی 0 به علاوه تی تقسیم بر دو یعنی متوسط دقیقا میشه میانگین حسابیشون اگر نمودار خطی باشه با این اطلاعات اگر من بیام و این رو در این معادله قرار بدم یعنی این رو بگم مساوی هست با V0 به علاوه VT تقسیم بر دو به جاهای خیلی خوبی میرسم چرا؟ چون من میدونم VT دقیقا برابر هست با AT به علاوه V0 خب من معادله VT رو دارم در نتیجه اگر این رو تقسیم بر دو بکنم این سرعت متوسط رو داره از طریق این معادله به من میده این هم که ما تعریف سرعت متوسط هست حالا اگر من با این به شکل ریاضی بازی بکنم نتیجه میگیرم که a تقسیم بر دو به علاوه v صفر یعنی این عبارت مساوی هست با x یعنی x زمان تی من های ببخشید من هست x صفر تقسیم بر t درسته یه بار دیگه من تکرار میکنم این تعریف سرعت متوسط هست این معادله سرعت متوسط شتاب ثابت هست که ما به دست آوردیم و نشون دادیم که از این رابطه به دست میاد چون سرعت میشه این خطیه در نمودار خطی سرعت متوسط میشه مجموعه دو مجموعه دوتا تقسیم بر دو و از برابر قرار دادن این دوتا طبق تعریف من نتیجه میگیرم که x تی من مساوی میشه با یک دوم آ تی به توان دو این تی میاد اینجا در این ضبط ضرب میشه به علاوه و ت این هم در این ضبط ضرب میشه به علاوه x چون این x میره اون سمت معادله و من این معادله رو به دست میارم خب بیاد یه خورده این خیلی معادله مهمی است و ما حالا حالا ها باهاش کار خواهیم داشت و شاید تا آخر عمرتون این معادله باشه که خیلی جاها اصلا به دردتون بخوره این که چجوری به دست آوردیم و که دیدید حالا بیاید با هم یه خورده در این معادله عمیق شیم این معادله داره به من چی میگه داره میگه که تو یک جسم رو به من سرعت اولیهش رو بده مکان اولیش رو هم بده و شتابش رو هم به من بده خب یعنی این سه تا اطلاعات رو اگر به من بدی من بهت میگم در هر لحظه از زمان این جسم کجاست الان در جهان خب یعنی داره به من میگه من برای دونستن مکان یک جسم شتابش رو لازم دارم و علاوه بر شتاب نیاز به سرعت اولیه و مکان اولیهش هم دارم یعنی این دوتا اطلاعات رو هم به من بدی من مکان این جسم رو در هر لحظه از زمان بهت میگم این معادله چی میگفت؟ این میگفت من برای دونستن سرعت یک جسم شتابش رو لازم دارم که اینجا هم لازم داشتیم و سرعت اولیش رو هم نیاز دارم که بتونم سرعتش رو در هر لحظه از زمان بهت بگم دیگه اینجا مکان اولیه رو من لازم ندارم برای دونستن سرعت برای دونستن مکانه که من مکان اولیه رو لازم دارم درسته؟ چون اگه ندونم مکان اولیه کجاست فقط میتونم تغییرات مکان رو حساب بکنم که هست x من های x -0. نمیتونم خود در مقدار دقیق مکان رو حساب بکنم که البته خیلی جاها تغییرات زمان برای ما دونستنش کافی است. خب حالا فکر کنم وقت خوبی باشه که ما بریم سراغ اون آزمایشگاه و اون مووینگ منی که مرد متحرکی که داریم و ببینیم که اصلا این معادلاتی که به دست آوردیم در این آزمایشگاه یا این شبیه دنیای واقعیمون چه شکلیه ببینید من میخوام یک حرکتی رو شبیه سازی کنم با شتاب مثلا یک متر بر ثانیه و سرعت مثلا سرعت اولیه یک متر بر ثانیه خب پس من بهش میگم بیا سرعت اولیه این آقا رو قرار بده یک متر بر ثانیه و شتاب اولیهش رو هم قرار بده یک متر بر ثانیه و بیا برای من نمودار شتاب و سرعتش رو یا بذارید من حتی مکانش رو هم براتون رسم میکنم فرض میکنم مکان اولیهش روی مبدع مختصات هست بیایید با هم نگاه بکنیم چه اتفاقی میافته. خب ببینید من همینجا متوقف کنم ببینید شتاب که ثابته پس میتونید اصلا دیگه به این شتاب نگاه نکنید پس من میتونم اصلا حذف بکنم نمودارش رو چون شتاب یک متر بر ثانیه و ثابت هست سرعت داره به شکل خطی زیاد میشه خب طبق این معادله که ما اینجا به دست آوردیم با شتاب ثابت که حالا مثلا اینجا بود یک معادله سرعت میشه تی به علاوه وی صفر خب پس بنابراین سرعت به شکل خطی و با شیب یک زیاد میشه همین اتفاقی که داره اینجا میفته پس بذارید یه ذره دیگه شبیه سازی رو ادامه بدیم خب میبینید که سرعت این آقا دائم داره زیاد میشه به شکل خطی ولی مکان به شکل خطی زیاد نمیشه بلکه یک نمودار متفاوتی داره که در حقیقت مقعر هست و ما میتونیم ببینیم اینجا که در معادله مکان وقتی که شتاب ثابته مکان به شکل تابعی از زمان یک تابع درجه دو هست که شیبش مثبت، یعنی ذریب اون جمله درجه دو مثبته و بنابراین میدونیم که یک همچین شکلی خواهد داشت درسته این معادله درجه دو هست که این ذریبش مثبت باشه و دقیقا همین اتفاق داره اینجا برای من میفته یعنی این آقای متحرک من داره سرعتش به شکل خطی زیاد میشه با شتاب ثابت و مکانش به این شکلی که اینجا دارید مشاهده میکنید یک معادله درجه دو خواهد داشت خب باز هم میتونید با این من یا آقای متحرک بیشتر بازی بکنید تا این معادلاتی که اینجا به دست آوردیم براتون خیلی ملموس تر باشه در ویدئوی بعد میبینم اتون خداحافظ